با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، سعید بهبهانی هستم و امروزم جمعه است، ششم ماه می 2016. بسیار خوشحال و خرسند از اینکه یه بار دیگه این فرصت پیش آمد که از طریق شبکه کانال یک بتونیم در خدمت شما نازنینان و همسایه های خوبمون در ایران هم باشیم. عرضم به حضور شما که آرزو دارم که این برنامه ها بتواند راه رو باز کنه و کمکی کرده باشد. ما تو تلویزیون محقر خودمون میهن تیوی تلاشمون همواره این بوده که بتونیم از شخصیت ها و اساتید و کسانی که به حال دل در گروه میهن دارن بهشون خواهش کنیم بیان اینجا به حرف بزن. و از روز اولم سیاستمون بر این بود که اگر خودت میتوانی، خودت و یا اگر کسی را میشناسی ازش دعوت کن بیاد اینجا و ما میکروفون در اختیارش میزنیم که ما بتونیم از دانش و تجربهش استفاده کنیم. این طرح ما بوده از اول. از جمله کارهایی که انجام دادیم اینه که فکر کردم که روی صفحه وبسایتمون اول بار بنویسیم که اصلا ما کی هستیم، برای چی اومدیم، چی میخوایم بگیم، کی هستیم. بنابراین یه بیوگرافی از خودم نوشتم و اونجا قرار دادم و در ذیل اون هم در حقیقت اهدافمو نوشتم. برای اینکه طی سالها کار تلویزیون و پیش از اون رادیو در اروپا همیشه این سوال بود که آقا تو کی هستی اصلا؟ و اول بگو با کیان دوستی، پس آنگه بگویم که تو کیستی. بنابراین چون این سوال مطرح بود اومدم همین کار رو انجام دادم، یعنی اینکه اومدم نشستم و نوشتم کیم و بعد چه هدفی رو دنبال میکنم، دنبال چی میگردم. من اون چیزی رو که بهش باور دارم و معتقدم که نقش رهایی بخش رو بازی میکنه اخلاق در جامعه است. اینکه شما در غرب میبینی که پیشرفت صورت گرفته اینه که اینها اول با پس زدن خرافه، با پس زدن مذهب موریون خورده، مذهب فاسد، مذهبی که در طی قرون اعصار به وسیله به قول دکتر نوریالای نازنین دینکاران یا خدافروشا که بیان به خدا رو بفروشن، اینا در جهت مطامع شخصی خودشون این دین رو از حیز انتفاع انداختن و فساد همش رو فرا گرفت. بنابراین در اروپا نخستین بار این اتفاق افتاد و اینا اینو پس زدن و گفتن که خب بجاش بایستی که ما یه حکومتی داشته باشیم، چون که در اروپا هم مثل ممالک اسلامی یا مملکت خودمون ایران که بعد از ظهور اسلام و لشکر کشیدن برای اسلام و شمشیر اسلام رو یا برق شمشیر اسلام رو به جهان نشان دادن، خب سردارانی در ایران بودن که نمیخواسته همچه اتفاقی بیفته، حاضر نبودن زیر ظلم و ستم اینا برن و میخواستن که همواره برگردن و فرهنگ خودشون رو حفظ کنن. ولی ما دیدیم که خب در خلال این داستان امرا پادشاهانی در ایران ظهور کردن که سکه به نام خلیفه میزدن، یعنی بانک مرکزیشون مقر خلیفه بود که غالبا در
منطقه شامات، همین عراق و سوریه و لبنان و اینها بود دیگه، بهش میگن شامات. در شامات بود، از حجاز کشیده شده بود، اومده بود بیرون، اومده بود به این منطقه خوش آب و هوا، از صحرای سوزان عربستان کشیده بودن خودشونو به دشت زیبای کربلا، که اون رو به تو تعریف میگم که مورین خورد فاسده وقتی به شما میگه کربلا، اولین تصویری که در ذهن متبادر میشود یه بیابون لمیزرع که اصلا هیچی توش نیست، با همین مارمولک های بزرگ رو آفتاب پرستا رو میبینی بشی این ور میدونن زیر اون بوته ها مار و عقرب، و مثل صحرای نوادا بهش میگه دره مرگ، اسمش از دد ولی، دره مرگ بهش میگه، یا چه میدونم آریزونا. این تصویری که به ذهن میاد اینه، یا کویر خودمون، تو مملکت خودمون کویر حاصله بین مثلا کاشان و یزد که عبور بکنی، یا از منطقه بیرجند بخوای عبور کنی بری به سمت سیستان و بلوچستان، به سمت زاهدان بری، چی میبینی؟ بیابون خوش، در حالی که کربلا یه جاییست که بین بین نهرین بهش میگه دیگه، بین دوتا نهر دجله و فرات، دوتا رود پر آب و یه دشت زیباست که اصلا مرکز مرکبات پرتقال سبز میشه، نمیدونم همه چی اونجا هست، ولی این فاسد در جهت مطامه خودش این تصویر رو تغییر داد و تو ذهن ما به ما میگه کربلا، ما یه بیابونی خوش جلو نظر رو میگم. بعدها غربی ها متوجه شدن و گفتن که ما چنان که در ایران هم همین بود و در اروپا هم همین بود که پادشاه زیر سلطه پاپ اعظم حرکت میکرد و فرمان از کلیسا میگرفت، همون گونه که در ایران پادشاهان ایران هم فرمان از خلیفه میگرفتند و سکه به نام خلیفه میزدند و نماز به نام خلیفه میخوندن، اونم همینطور بود. تا بعد مثلا هنری هشتم میخواد زن بگیره، گفتن نمیشه، پاپ باری زده که غلط کرده، ما خودمون مثلا پادشاهیم، یعنی چی؟ ما خود اصلا دین درستون کاری نداری، که پروتست کرد، اعتراض کرد و چرچ آف انگلند رو در حقیقت ایجاد کرد، و ما چرچ انگلیسی درست میکنیم، مثلا به چرچ رومیا کاری نداریم، خود اون چرچ درست میکنیم. خب دیدن اینجور هم که نمیشه، که مادن چهار کردن، تصمیم گرفتن که این دین کثیف فاسد شده رو بیرون کنن و یک دستگاه حکومتی بسازن که آری از حضور دین باشه، ولی اخلاق رو سلوحش قرار دادن. میگی به چه دلیل؟ میگم به این دلیل که وقتی که در آمریکا بعد از فرانسه انقلاب شد و نمیدونم قانون اساسی رو وشتن نوشتن، این آبای آمریکا، پدران بنیانگذار، نمیدونم فادر فاندر، هرچی اسمش هست، اینا اول نوشتن حق آزادی بیان. اینا میاد جلو تو دهه 50 بعد از ماجرای جنگ جهانی میشینن و یه اعلامیه میدن، کنوانسیونی تشکیل میدن، میشینن و یه اعلامیه میدن به عنوان اعلامیه جهانی حقوق بشر که جهان شمول است، همه باید ازش اطاعت کن. اتفاقا ایران هم امضا کرده این رو یا پذیرفته. پس اتفاقی که میفته اینه که اینا علت موفقیتش اینه که کثافت رو میرزند و اخلاق رو سلوحه قرار میدن. خیلی مثال تو این زمینه میتونم برای شما بزنم. یه روزگاری من رفته بودم جواز کار ساختمون یعنی بشم پیمانکار، جواز پیمانکار ساختمون رو بگیرم،
بشم پیمانکار ساختمون. گفتن خب باید شما برای این کار نمیدونم اینقدر پول بدی، این فرما رو پر کنی، اینقدر پول بدی، دو قطع عکس بدی، نمیدونم چون شناسنامه بیاری از این چیزا. حالا اینجا رونوش شناسنامه رو بهش میگن که همون کارت در حقیقت ملی، شماره ملی سوشال سیکیوریتی، همون رونوش شناسنامه است دیگه. اونا بده و بعد گفتم خب امتحان کاری نداریش، ما میریم اونجا بلدیم دیگه. میگه سیمان میک چی؟ میگیم آقا بعد دو بسی 350-400 من فلان، اینقدر شن داره، اینقدر ماسه داره، اینقدر سیمان میریزی. ما فکر کردیم از این سوال هاست، اینا که چیزی نیستش که تو مرسه اینا رو خوندیم. وقتی که رفتیم سر جلسه امتحان نشدیم، اصلا از اینا سوال نمی کنه که. هرچی سوال می کنه در باب اخلاق کاره. اگر مسئله ساختمان رو ریختی اینجا کنار کار، بارون اومد، اینا از اینجا شره کرد رفت تو زمین همسایه، تکلیف چیست؟ پس اخلاقه. وقتی یه پزشک میخواد پزشک بشه، بحث مراله، بحث اخلاقه، اونو باید درش قوی کنه. بنابراین اینا به اخلاق پرداختن و از خرافه و کثافت آخون خودشونو دور کردن. این بنابراین اون چیزی که من فهمیدم و سلوحه کار تلویزیون قرار دادم ترویج این بحثه. آقا باید اخلاق باشیم، اجتناب از جذب اندیشی و تعصب، اجتناب از هیجان زدگی و دعوت به تفکر، اجتناب از عدم اطمینان و دعوت به اعتماد. چون باور کردم که در طی سالها یه تخم بی‌اعتمادی رو اینا تو مملکت کاشتن و به وسیله خون آزادی خواهان و عاشقان میهن اینو آبیاری کردن. امروز درخت تناور شد بزرگ. جلسه پیش راجع به شرف زدیم که چرا امروز جامعه به این نقطه دروغ رسیده، همه و هم دروغ، هم سر هم کلاه میذارن. گفتم علتش اینه که وقتی که اهریمن و کثافت بر مملکت من حاکم شد، اندیشه کثیف، اندیشه زشت بر مملکت من حاکم شد، اول حرف شما چی گفت؟ دروغ گفت. وقتی ازش پرسیدی که چرا اینا رو گفتی، گفتی من یه حکومت میخوام مثل فرانسه، زنها آزادن، مردا آزادن، نمیدونم کمونیستا آزادن، همه آزادن، ما طلبه بیش نیستیم، میخوایم بریم قوم بشینیم درس بخونیم، با سیاست کاری نداریم. و خود دروغ گفتن. تو پیرمرد جیمی کارتر رئیس جمهور آمریکا مینویسه که من وقتی اونو نگاهش کردم در قیافه اون یک سنت بهش میگه، یه امامزاده، یه صالح در حقیقت دیدم، یه انسان دیدم که به دنبال صلح صالح. نمیدونستم که پشتش این کثافته. که چرا؟ برای اینکه اینا سالها، صده ها از این داستان دور شده بودن و به اخلاق چسبیده بودن. بنابراین باور برایش زخم. میشل فوکو چرا اومد دنبالش؟ چرا اندیشمندان بزرگ جهان این رو باور کردن؟ برای اینکه در ناسیهشون نبود، در ضمیرشون چنین چیزی نه. اصلا باور نمیشه بکنی یه پیر مرد 70 چند ساله اینجور راحت بشینه و بگه دروغ گفتم و ترویج کنه دروغ رو در جامعه، جاسوسی رو در جامعه ترویج کنه. به همین دلیل بی‌اعتمادی به وجود اومده. امروز چوشی داری میخوری. اینا رو از این جهت گفتم که مقدمه‌ای باشه برای اینکه بتونیم وارد بحث اصلی بشیم. چیزی که هر هفته میگم و این دفعه فراموش کردم در مقدمه بگم، تشکر از بچه ها در اتاق فرمان تلویزیون کانال یکی که چجور با صفا، با محبت با هم حرف میزنن. من ندیدم اینا رو،
من دو بار اون کانالو بیشتر نرفتم پیش آقای شهرام‌آمایی، حتی اکثر اگر اشتباه بگم سه بار رفتم ندیدمشون که. ولی از نحوه تلفن، از اینکه تلفنی که میزنه، از اینکه به همکارش چجور حرف میزنه، میفهمم که یه محیط خوبه، یه محیط مرتب دوست داشتنیه، همه همدیگر رو دوست دارن، بنابراین مهر میکنن و زنگ میزنن سر وقت که آقا اینجوریه، رأس نه شروع میکنیم، بله این کار میکنیم، کار میکنیم، ازشون ممنونیم، سپاس فراوان داریم. بچه ها زحمت میکشن تا اینکه این صدا و تصویر به نزد شما میاد. خیلی آدم ها در اون پشت کار میکنن، ولی متاسفانه قهرمان ها کسایی هستن که جوی صحنه نشستن، در حالی که قهرمانان واقعی اونایی هستن که چهرهشون رو نشون نمیدن ولی کار میکنن. این داستان رو برات بگم که رضای دقتی، اون عکاس معروف ما که عکاسش جهانی و کاراش توی مجلاتی مثل نشنال جغرافی و تایم و این مجلات، این گونه مجلات چاپ میشه، یه فوتو ژورنالیسته، یه بار تعریف میکرد که من به رفته بودم از طرف یکی از این مجلات، رفته بودم به مملکت چین برای اینکه جشن سال نوشون رو گزارش تهیه کنم، عکس بگیرم از اونا. میگه همونجوری که داشتم عکس میگرفتم و اینا، چون دیدی عکاس حرفه‌ای اون کسی است که با یه چشمش توی ویزو رو نگاه میکنه ولی یه چشم دیگه‌اش بازه، این چشم نمیبنده این تو نگاه کنه، بلکه از این چشش بازه میبینه، تو ویزور هم نگاه میکنه. این عکاس حرفه‌ای، فیلم بردار حرفه‌ای. یه وقت متوجه شدم که او اینا اجراهای کاغذ رنگی که درست میکنن و فلان اینا دارن حرکت میکنن، نگاه کردم که این اجراهایی که چقدر طولانیه، چند صد متره فلان، این سر نداره، فقط پاه، یه سری پا اون زیر میدوئن و این رو اجراها رو بازی میدن، چپ راست میکنه، از این ور به اون ورش میکنه، کسی ها نمیخواد کلش اون زیر بیاره بیرون خوش نشون بده، بلکه همه سعی میکنن که پا باشن در قضیه و این رو درست به منزل مقصود برسونن. بنابراین این بچه ها که در اتاق فرمان هستن نقش پا رو بازی میکنن، نقش اصلی رو بازی میکنن، اینا هستن که اون تصویر رو این ورون ور میکنه و ما لذت میبریم. ممنونیم ازش. خب گفتیم که آها، این داستان تلفونه رو برات بگم، بذار ببینم میتونم اینجا پیداش بکنم که خوب اگه بتونم اون تلفونه رو، آها یادتونه که اون دو هفته پیش و چه هفته دیگه مثل دفعه تلفن رو قطع کردیم دیگه، اون دفعه هم تلفن زدن و طرف شروع کرد فحش وضعیت گفتن. آقا امروز از ساعت 4 صبح شروع کردن زنگ زدن به وقت ما و بالاخره ما یه جایی تصمیم گرفتیم که ساعت مثلا 6:30 صبح و اینا تصمیم گرفتیم که ساعت 6 صبح تصمیم گرفتیم که خب جواب بدیم. اینا 2 ساعت هی زنگ میزنه، من رو کردم تلفن از ایرانه، 912 هم هست. گفتم که لاغو چیه که این زنگ میزنه، چه اتفاق، نکنه کودتا شده، میخواد خبر اول با ما برسونه. برداشتیم دیدیم همون طرف دوباره شروع کرد فشخار مادر دادن و برام خیلی عجیب بود که این آقا این موقع کله سحر بلند شده و داره فش میده. این گفتم لابد دیوونه است، خب این همه پول تلفن بذاره، این همه چی کنه، و تلفن ها هم قطع شدنی نبود، یعنی که معلوم بود که با یه سیستم کامپیوتری این شماره رو میگیره، فرجه نمیده که تک 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 201712 فلان اینا رو بگیره، این کارو نمیکرد. تقی میومد تق 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 تق. گفتم یارو دیوونه است لابد. گفتم خب دیوونه هم باشه یه دفعه این کارو، دو دفعه این کارو میکنه، این پس یه چیزی هست توی داستان. بعد ببین بذارینم میتونم فقط بهت نشون میدم اینجا.
کدومو بزنیم که نشون بده؟ فکر کنم اینو بزنیم. اینجا هم بعد عوض کنیم. آره میشه. شما فقط ببین این، من صدام قطع میشه، فقط ببین این چند تا تلفن برای ما پیغام گذاشته. نهیدین که پنج تاست. بذار بذارمش بالا، من دارم فهم میکنم شما داریم میبینیم اسمه، ببینینش با هم. ببین پنج تا شماره، پنج بار این زنگ زده، با هم ببینیم. حالا با هم دیگه این پنجمی رو گوش بدیم. بخش چهارمی، چون پنجمی دوباره میگه سرتون در همه اینا، میخواد سر منو ببره، خار منو فلان کنه، مادر منو بهمان کنه، سر من با چاقو میخواد ببره. و ببینم صداش، میتونم اینو پخش کنم. گوش بده تا نتیجه بگیریم. خب امیدوارم که مفهوم بوده باشه. متوجه میشی که یه صداهای غیر میاد، یعنی که چند نفری توی اتاق نشستن و کارشون اینه که زنگ بزنن فش بدن، سر ببرن، تهدید کنن. خب این نشون میده که این در اوج زبونیه دیگه، زورش نمیرسه فش میده دیگه. مثل اون یارویی که انداختیش تو جوب، خونی مالی گلی تو جوب افتاده اون زی و میگه اگه پشم پا پا، همون نقش بازی میکنه، منطق نداره. مثل اون دفعه که زنگ زد بهش گفتیم آقا خب حرف بزن، صبح اول صبح زنگ زدی فوش خانم اومده میدی، حرف بزن، فوش چرا میدی؟ این نشان از زبونیشه دیگه. تیمی درست کنیم، حقوق بدیم، زنگ بزنه بگه من سرتو با چاقو میبرم. خب ببر بعد چی میشه؟ همین سعی ببانی ببری سرشو، تموم میشه داستان، حل میشه، مشکلت حل میشه؟ آب از سرچشمه گل‌آلوده است، داستان در خودته. موریونه خوردش، فساد همه جاشو گرفته. رو به یه عزیزی صحبت میکردم، میگفتش که میدونی چرا؟ آخه پیروز آمریکایی‌ها گفتن که موضوع تحریم نیست که، آقا بری کار کنی با ایران. بی خودی نمیخوای بری کار کنی، نگو آمریکا ما رو تحریم کرده، ما تحریم ها رو برداشتیم، برین کار کنی. و میدونی چرا نمیره کار نمیکنی که؟ گفتم خب از تحریم ها میترسه. گفت نه آقا، اون که میگه برو بکن نمیره. چرا نمیره؟ برای اینکه بارها اعلام کردن که آقا در اونجا یک، اولا درای اکونومیه، یعنی اقتصادش خشکیده، و بعدم کراپته، فاسده، مورینه خوردهش، میترسه بره اونجا اینم بیت بزنه، لباس اینم بیت بزنه. های کمدی که لباسا بیت زده، تو میری لباس تو بذاری تو اون کموده؟ نمیری بذاری، و اینکه لباس تو هم بیت میخوره. خب گفتم یعنی چی؟ گفت مگه داستان استاتول یادت نیست؟ جریمه کردن، مدیر عامل رو عوض کردن، چند تا از این کمپانی‌های بزرگ ما شاهد بودیم که مدیرانشون رو به علت رشوه، معاملات غیرقانونی با ایران از کار برکنار کردن.
یارو میگه آقا میترسم این فاسده، من میرم اونجا این فساد به منم میچسبه، من حاضر نیستم برم. مدیره میگه آقا من برم، خب این پرونده استات اویل جلو چشیشه، اون یکی پرونده جلو چشیشه، توتال جلو چشیشه، همه اینا جلو چشیشه. میگه آقا برای چی برم، اینا فاسدن. تا بری فوری دست میکنه تو چادر سیاه، مگه نپیشته بود پول رو داده بود به اون یارو کرزای مال افغانستان، تو چادر مشکی پولا رو گره زده بودن دادن به یارو تو تیره. میگه خب یه چادر مشکی هم پول میکنه میده دست من، یه بخچه درست میکنه پول میده، خب من میام اینجا از جلو زن بچه هم خجالت میکشم اگه منو به جرم فساد از اداره بیرون میکنه. در مقدمه گفتیم چی؟ گفتیم جامعه ای که تلاشش این استش که در اس قانون اساسیش بحث اخلاق رو مطرح میکنه، این حاضر نیست بره اونجا، خجالت میشه، بچهش خجالت، همسایش خجالت میکشه، جامعه نمیپذیره، تردش میکنه جامعه، این حاضر نیست بره اونجا. بحث تحریم نی، بحث فسادی است که در اونجا وجود داره. گفتم کمد بیت زده، همه لباسا رو بیت خورده، تو میری لباس تو آویزون کنی تو اون کمد؟ نمیری، و اینم نمیاد اونجا، میگه آقا برم آلوده میشم، نمیخوام. عطایش را به لقایش بخشیدم، حاضر نیست چنین کاری رو بکنه، نمیده، تن نمیده به این کار. متوجه میشی چی عرض میکنم؟ که امیدوارم داستان گفت من گنگ خواب دیده و گنگ یعنی لال، گفت من گنگ خواب دیده و عالم همه کر، من قاصرم ز گفتن و خلق از شنیدنش. امیدوارم اونجور نباشی، بشنوی و من گنگ نباشم، زبانم اون گونه باشه که بتونه پیام رو برسونه به قول عزیزم دکتر کاظم ودی. نگاه کن جامعه رو، نگاه کن ببین به کجاست، چرا اینطوری شده. امروز اون یکی گفته که بیاین بعد نماز جمعه راهپیمایی بزنیم بر علیه روحانی. ببین وقتی شما به این نظام جمهوری اسلامی نگاه میکنی، من به عنوان دشمن شماره یکش که یارو میخواد بیاد اینجا سر منو ببره و خوار من اینطوری کنه و مادر منو اونطوری کنه، دارم بهت میگم در دوره جنگ ایران و عراق 17 کشور پشت عراق بودن. وقتی میرحسین موسوی جنگ تموم شد، کار برکنار شد، گفت ما نه بدهکاریم نه طلبکاریم. درسته من اون موقع جور دیگه به داستان نگاه کردم و میشه اونجور، ولی واقعیت اینه که بریم صادق باشیم با هم دیگه، درست عمل میکردن. 17 تا کشور به اون عراقیه کمک میکرد، اینا گلوله شده بودن، متحد شده، ید واحده شده بودن. چرا؟ برای اینکه حفظ نظام اوجب واجباتش بود. گفت برای این حفظ نظام شما میتونی احکام شرعی، احکام اسلام رو زیر پا بذاری. احکام، حکم که نمیشه زیر پا بذاری که. حکم یعنی دو به علاوه دو میشه چهار، این حکمه، غیر قابل تغییره. این گفت نه، برای حفظ نظام شما میتونید احکام زیر پا بذاری، برای اینکه میخواست نظامشو حفظ کنه. ولی شما همینه که هی میبینی میای جلو میای جلو میای جلو میای جلو، در دور دوم مرتیه فریبکار خاتمی میبینی که این پایش شل شد، تزلزل درش ایجاد شد. بعد اون یارو گفتش که نظر من به نظر این آقا نزدیکتر است و این پاک دست در این دولت
از مشروطه تا کنونه که فاسد در این دولت تاریخ ایران بوده، نه از مشروطه تا کنون. اصلا هرچی تاریخ مراجعه میکنی نداری انقدر فسادی رو که در دوره 8 سال احمدی نژاد اتفاق افتاد. چرا؟ برای اینکه دیگه حفظ نظام اوجب واجبات نیست، حفظ خودش اوجب واجبات شد. ید واحده دیگه نیست، شکست. اونجوری که گفت قایق سوراخ شد. دلیلم چیه که اینو میگم؟ دلیل میدونی وقتی میخوان اینا آجر بچینه، اون رج اول یا بهش میگن رج اول یا رج اول رو بهش میگن دلیل کار. بر اساس اون دلیل بقیه رو میچینن میرن جلو. پس دلیل مهمه. دلیل من حرفای پسر رفسنجانیه، مهتی گاگمیش. مهتی گاگمیش وقتی وارد شد اینجا در این مصاحبه هایی که کرد با فرهودی و با نیکاهنگ و با دیگران، یه جمله داره. متاسفانه که رسانه های ما رسانه همسو نیست، رسانه اپوزیسیون نیست، اگر نه هر کدوم از اینا رو باید بگیری مرتب گوش حرف بزنی، کار کنی. مثل آب که بر سنگ اثر میکنه، مرتب اینو هی بگی اثر میکنه، میشینه. مهتی هاشمی میگفت چی؟ آقا بازی رو به هم زدیم. و ما قبلا با هم دیگه بازی میکردیم، ولی حالا بازی رو به هم زدن. اینا بازی رو به هم زدن. بازی رو به هم زدن یعنی چی؟ یعنی که دیگه حفظ نظام اوجب واجبات نیست. خامنه ای میخواه خوش حفظ کنه، رفسنجانی به فکر خانوادشه، به فکر بچه حرامزاده ایست که از خودش جا گذاشته. جمهوری ننگین، جمهوری اهریمنی، جمهوری اسلامی، اون در فکر اونه. دیگه حفظ نظام اوجب واجبات است معنی نداره. اینا تا یه جاهایی پیش رفتن در این فساد غرق شدن و این موضوع حفظ نظام اوجب واجبات است و حفظ خودم اوجب واجبات است رو کشیدن جلو. مهتی هاشمی گفت بازی رو به هم زدن. اینا مثلا جوانا رو دوست دارن برن. آتنا فرعی میگه زندان میکنه، الان در برش باز میکنه، یه جایزه هم همین دیروز بهش دادن. برو برو نمون اینجا، برو. فردا پس فردا راه رو برش باز میکنه، میفرستش بیرون. کارتونیسته دیگه، اونم میخواد بیا بیچاره کار کنه دیگه، گناه داره. خب چیکار کنه؟ استعداده. مثل اون دختره تکواندو کاره که رفته بلژیک و اونجا برای تیم بلژیک بازی میکنه، تیم ملی بلژیک چندین مدال براشون آورده. خب بره، آدمه، بخواد روش کنه. این میگه بره، جوانا نباشن برن. اما نگاه میکنیم اینی که تو همین حفظ خودم اوجب واجبات است، این جنگ هاست. اون میگه زبان انگلیسی نه. اون میگه نه یعنی چی آقا؟ زبان انگلیسی خیلی هم خوبه، زبان علمه. بعد اون یکی میگه نه آقا، چی زبان علمه، زبان فساده. هر کدومشون چی میگه؟ چیه؟ این کیه؟ خب این روحانی قاتل پسر یه آدمیه که امنیتی نظامی نظام است. از ابتدای انقلاب این همراه این تشکیلات بوده، کسی بوده که وارد ارتش میشه، پاکسازی میکنه ارتشو، افسرها رو به اعدام میفرسته، اول بار زنها رو در ارتش قلقم میکنه،
بعد اینو تسری میده به سایر ادارات، میگه آقا زنها دیگه نمیشه بیان، چادر سرشون کنم بیان. امروز آدمی که رفته اونجا اسرائیلیه رو با آمریکایی عوضی گرفته، حرف زده، تجربه کرده اینا رو، یاد گرفته، امروز مدبر کاردانه، نه برای من، نه برای تو. ببین تو همین ماجرای برجام امروز نشون میده دیگه، امروز معلوم شده که اینا رفتن فهمیدن تنهاست. اون یکی فریاد میزنه آقا میخواستن بیان جنگ کنن، میخواستن بزننمون. گفته اگه ادامه بدی میان مراکزتو میزنیم. یادتون میگه بمبایی درست کردن چند ده متر میره زیر زمین منفجر میشه، و میزنن بابامونو در میارن. رفته اونجا حاضر امتیاز بده، هر امتیازی رو حاضر بده از زیر بار در بیاد، ولی اینا تلاششون در جهت اینه که بتوانن. ببین حتی همین بخش اصلاح طلبا از منابع سیاسی بیرون رفتن، ولی از مصادر اقتصادی که کنار نرفتن، که شایان اقتصادی مال ایناست، دست ایناست. خرج اینا به کجا خرجشونو میارن؟ زندگیشون کجا میگذره؟ بچه هاشون همه در فرنگن؟ چجور بچه هاشون در فرنگن؟ کی خرج اینا رو میده؟ بنابراین اینا منابع ممکنه از مصادر سیاسی کنار گذاشته باشن، ولی از منافع اقتصادی که کنار گذاشته نشدن. اون کسی که این وسط از منافع اقتصادی کنار گذاشته شده مردمه، مردم، مردم درون ایرانن، دارن تونشو پس میدن. این مردم ایرانن که زنه تو خیابون راه میفته، میره یه جوونی رو پیدا میکنه، میگه آقا بیا بغلم بخواب، یه پولی بده، ارزون باهات حساب میکنم. این مردمه، این مردم هن که دارن تونشو پس میدن. اصلاح طلب اون یکی که تون نمیده که، اونا بر سر منابع قدرت، بر سر منابع ثروت نشستن، مصدر سیاسی نیستن، ولی منابع قدرت و ثروت رو همچنان در اختیار دارن. مردم این وسط دارن ضایع میشن. یه دور بزنیم بریم که چی گفتیم. اولا که این داستان تلفن خیلی برام جالب بودم، روی رو از ساعت 4 صبح نشستن، میشه که میشه 3:30 شب تهران، 3:30 بازار تهران، یه تیمی هن توی اتاقی، خب شنیدی دیگه هیاهوشونو شنیدی. بذار دیگه یه بار دیگه گوش کردیم، خیلی باحاله، نگاه کن. میبینی که چند نفرن و مرتب داره فش میده. این از زبونیشه دیگه، این هیچی نداره، این همه رو باخته. بگنه دلیلی برای این کار وجود نداره، هیچ دلیل عقلی شرعی وجود نداره. دوم این که فساد مثل موریونه همه اینو خورده. به این دلیله که شرکت خارجیه حاضر نیست بیاد ایران.
نفت درست کردن چی چیه؟ نمایشگاه درست کردن بیم بشینیم راجع به نفت، شرکت های بزرگ نرفتن. یا آقا نمیارزه، میریم تنمون کثیف میشه، میایم اینجا خجالت میشه، همسایه و بقال و چقال سر کوچه همه خجالت میکشیم. مگه ندیدی به سر این کمپانی ها چی اومد؟ به جرم رشوه مدیراشو عوض کردن، کارمنداشو تغییر دادن، اخراج کردن. تغییر ندادن، اخراج کردن. یا آبروی صحتم میره، حاضر نیست بره. اما همونطور که بارها گفتم، ما از بعد از ماجرا، یعنی یه ماه و نیمه دیگه، ما شاهد حوادث عجیب و غریب خواهیم بود. یه موضوع هم دیروز، یه وقت داریم، یه 5 دقیقه وقت داریم. یه برنامه، یه موضوع هم دیروز، ما هر یه هفته در میون روزهای پنجشنبه هم گفتگو میکنیم با آقای کوروش عرفانی. دکتر کوروش عرفانی مدیر شبکه دیدگاه. ببین چه اتفاقی داره میفته. آقای شهرام همایون در تلویزیون کانالیه اجازه به من میده سعید بهبهانی با آرم و لوگوی خودش برنامهشو ببره بذاره تو تلویزیون کانالیه. یه تحول بزرگه. 4 سال پیش از هم چیزی امکان عقلی نداشت، اصلا نمیشد. ما روش کردیم، ما ریشه برده این به خاک سیاه سه، وین بخت جامعه اینک بر تن ما کوته آمده است. فهمیده میگه بزر بیاد این حرف بزنه. چنان که کوروش عرفانی که خودش یه شبکه ساتلایتی داره، رونان 2 تا 3 تا ماهواره داره، برنامهش پخش میشه، وقت میذاره 2 ساعت 2 ساعت و نیم میاد اینجا پنجشنبه در میون، اینجا هم حرف میزنه. خیلی اتفاق مهمیه. نشون میده که ما تغییر کردیم، ما فهمیدیم مشکل رو، داریم یواش یواش میفهمیم که مشکل چیه. ما نمیتونیم یکی بشیم، امکان نداره. مثلا یکی شدن معنی نداره همه با هم، ولی میتونیم همسو بشیم، همه با هم همسو در یه جهت حرکت کنیم. این اتفاق بزرگی است، اتفاق باشکوهی است. ما دیروز با آقای کوروش عرفانی مدیر دیدگاه، تلویزیون دیدگاه حرف می‌زدیم، به این نکته اشاره کردم که تاریخ به ما نشون میده که آخون نونش رو تو دعوا پیدا میکنه. شما اصلا این محیط آرامش نمیتونه زندگی کنه، جنسش اینجوریه، ذاتش اینه، سرشتش اینجوریه، اینجوری ساخته شده، نوع دیگه نمیتونه باشه. ببین دولت مقتدر آن است که بحران رو تبدیل به موقعیت بکنه. فرنگی بهش میگه که به زبان انگلیسی بگم که آقای خامنه‌ای هم بدش بیاد، میگه change crisis to opportunity، یعنی از crisis، از بحران opportunity بسازی، موقعیت بسازی. شما نگاه کن در طول تاریخ، حالا نمیتونیم ما بریم زیاد دور، که نمیخواد زیاد دور بریم، جامعه که کتاب نمیخونه که نمیتونی اینقدر دور بری. بابا همین 37-8 سال نگاه کن، ببین اینا موقعیت ها رو چگونه یکی پس از دیگری تبدیل به بحران کردن. زیاد دور نرو، 15-16 سال پیش نصف راهو برو. وقتی که آمریکایی‌ها به افغانستان حمله کردن، دور خاتمی با ایران حرف زدن، فلان به امکانات میدن، فلان میدن، موقعیت باشد. آقا این موقعیت اینو تبدیل کردن به بحران. چرا نمیتونه غیر این زندگی کنه؟ یه بکاری کردن که ریختن تو سفارتخونهشون، کل دیپلومات، چند نوع تا 10 تا دیپلوماتشون رو کشتن، چند تاشون رو کشتن. در مورد عراق
ببین وقتی که میگم وقتی که اینا 17 تا کشور به عراق کمک میکرد، اینا مملکت رو نگه داشتن بدون اینکه از خارجی قرض کنن، بدون اینکه بدهکاری بالا بیارن، جنگ رو اداره کردن، کاری کارستان کردن. ولی شما نیا کن تو سال 60 بهش گفتش آقا جنگ رو تموم کن، کویت و عربستان، گفت ما پولشو میدیم، بیخیال، اشتباه شد، ما خیت کردیم. قبول کردن که خیت کردن. یه موقعیت میخواد موقعیت درست کنه. نه بوران جنگ لاکن نعمت است. ادامه دادن به فلاکت، بدبختی. کار به اونجا رسید که دیگه سرباز نمیرفت جبهه، آدم نمیتونستن جمع کنن. خودشون میگن، الان میگن اینا ذاتن شخصیتن فقط تو دعوا میتونه زندگی کنه. به همین دلیل تیم درست کرده فشقار مادر به سعید بهبانی بده، 4 صبح زنگ میزنه اینجا فش بده، سر منو با چاقو ببره. میدونه که نه دست من به اون میرسه نه دست اون به من میرسه، ولی اگه دستمون به هم برسه میدونه که من اون نمیتونه همچی کاری با هم بکنه، ولی من میتونم این کار رو با بکنم. قانون به من این اجازه رو میده، تهدیدم کرده به مرگ، میتونی بری زندان، میتونی به باباشو در بیاری. بنابراین وقتمون تموم شد دوباره. همینه حرفا، همین هاست که برات میگم. ما در این 45 دقیقه نمیتونیم وارد خبر بشیم، راجب این حرف بزنیم، راجب اون حرف بزنیم، ولی میتونیم با همدیگه راجب این موضوع حرف بزنیم. به ما ایمیل بزنید، به من ایمیل کن، mihanam@mihantv.com آدرس ایمیل من. همه این فایل ها رو، برنامه ها رو ما روی فیسبوک و روی توییتر و اینا قرار میدیم و اینا رو به صورت فایل صوتی تبدیلش میکنیم به فایل صوتی، حجمش رو کم میکنیم که اینا با تلفن دایل اپ هم بشه، با تلفن، نه این سیستم امروز اینترنت پرسرعت، نه، با سرعت کم سرعت هم بشه اینو دریافت کرد. بنابراین اینا برای داخل ایران بسیار خوبه. ما اینا رو رو فیسبوک میذاریم، به فیسبوک ما بیاد. آدرس ما تو تمام شبکه های اجتماعی میهن تیوی عدد 1، یعنی باید بزنی facebook.com/mihantv1. تو تلگرام هم هستی، آدرس تلگرام اونو هست telegram.me/mihantv1. به فیسبوک بیاید، لایکی بزنید، عضو فن پیج ما بشید. ما این فایل ها رو برای شما یعنی وقتی قرار بدیم شما عضو ما باشی، وقتی اینا رو در اونجا قرار میدیم به دست شما میشه. شما تنها کاری که باید بکنی اینه که اینا رو تو صفحه خودت شیر کنی، یه لایکی بزنی و شیر کنی. ولی اگه تونستی کمک مالی بکنی، که ما بسیار محتاج کمک مالی شما هستیم، خب ممنون میشم. ولی این حداقل لارم شما انجام بدی، چون که میبینی آقای شهرام تلویزیون میهن تو تلویزیون خودش پخش میکنه، هیچ احتیاجی به من ندارد، ولی این نشون میده که رشد ما رو نشون میده، نشون میده که ما به نقطه همگامی داریم نزدیک میشیم. آقای دکتر کوروش عرفانی دیدگاه که داره هیچی، میاد یه پنجشنبه در میون اینجا 2 ساعت هم برای ما حرف میزنه. اینا خبرهای خوش. ازم ممنون، سپاسگزارم برای شما که در میهن عزیزم هستید. تو همسایه نازنی، هفته ای پر از شادی و سلامتی آرزو میکنم. برای شمایی که در این ور آب هستی، آخر هفته ای پر از شادی و سلامتی. ولی برای هممون آرزو میکنم که روز و روزگار اونجوری که دلت میخواد برات باشه. از شما ممنونم، مرسی که ما رو همراهی کردیم، متشکرم.
که بارونی هم شروع شد.